دوستی داشتم که وقتی به اینجا رسیدیم برای خانواده ما ویلا اجاره کرده بود. در تمام مدتی که در زمینه پزشکی کار میکردم او مدام به من میگفت اگر به دنبال کار میگردی؟ خب البته که هرگز فکر نمیکردم زمانی دنبال کار بگردم تا اینکه زندگی مقابل من ایستاد. در واقع مسئله ازدواج ناموفقم بود. بنابراین شروع به کار برای او کردم. در 3 ماه اول پیشرفت من بسیار کند بود و بعد او آن کار را ترک کرد. من نمیدانستم چه باید بکنم چون یک مشاور املاک واقعی نبودم. من 2 تا بچه داشتم و باید تصمیم میگرفتم در دبی بمانم و روی پای خودم بایستم و دقیقاً هم همین کار را کردم. این شد که تنها مالک یک شرکت یک نفره شدم. چنین کاری را پیش از این انجام نداده بودم و فقط 500 درهم در بانک داشتم. اما وقتی جوان هستید بسیار جالب است که از هیچ چیز نمیترسید. هیچ کاری نیست که نتوانید انجام دهید و من تنها کاری که کردم صحبت با صاحبخانه ها و یافتن املاک بود. دبی نه تنها برای من بلکه برای بسیاری دیگر مکانی درست در زمانی درست بود. مهاجران می آمدند و با شلوغ‌تر شدن دبی تقاضاها هم بیشتر می شد و این تقاضا باعث ایجاد تقاضا برای نیروی کار شد. سپس به یک گاراژ نقل مکان کردم. بعد یک خانم را استخدام کردم و به محض استخدام او درآمد بیشتری به دست آوردیم. نفهمیدم چطور شد که اول یک کارمند داشتم و بعد 2 و بعد 3 تا، سپس 5 نفر و اینطور بود که کسب و کار ما ذره ذره و با افزایش تقاضا رشد کرد. البته کار ما در ابتدا فقط اجاره دادن ملک از طرف مالک بود، اما کسب و کارمان زمانی واقعا رشد کرد که دولت اجازه فروش ملک را در بازار داد. پسرم هم که دیگر بزرگ شده بود در همان زمان به شرکت ملحق شد. من خیلی خوش شانسم چون من و پسرم مکمل یکدیگر هستیم. من روابط عمومی بالایی دارم و او استراتژیست است. بدون این مسئله رشد ما این چنین نبود چون او رشد 20 ساله ما را ساختاربندی کرد. یکی از چالش‌های بزرگ ما بحران مالی جهانی بود. این مسئله همیشه برای کسب و کارهای کوچک نگران کننده بود، اما دبی ایستاد و توانست طوفان‌ها را پشت سر بگذارد و سپس ما دوباره به مسیر خود بازگشتیم. ما اکنون 4 دفتر بزرگ با تقریباً 450 کارمند داریم. یکی از کارمندانمان 22 سال و دیگری 23 سال است که همراه ما هستند و بسیاری دیگر هم حدود 15 سال. نمیتوانم برایتان توصیف کنم که چقدر از این بابت خوشحالم. هیچ چیز بهتر از یک کسب و کار خانوادگی هماهنگ در دنیا وجود ندارد. ببینید از سال 1995 تا کنون چه اتفاقاتی افتاده است. پس وقتی میگویید شرکت شما به کدام سو پیش میرود، چه کسی جوابش را میداند؟ زندگی لابلای نقشه ها اتفاق میافتد.